داریم بچه ها از وانی شد خوش اومدید به ولاگ جابجایی خونه و خرید خونه جدیدم. امروز اومدیم بریم با هم دیگه اسباب کشی کنیم. خدافظی با این خونه، کلی خاطره خوب و قشنگ و خفن توی خونه ساختم کنار شما البته واقعا. و امروز میخوام جابجا شیم. در همین حد ببینید آشپزخونه جمع شده کامل. الان میخوام لباسا رو جمع کنم، بعدش هم اتاق استدیو رو همه کاراشو جمع کنم و کلا با من باشید تو این روند. دوستتون دارم. آرزوی خونه جدیدم حتما بهتون نشون میدم. هنوز کلیدشو تحویل نگرفتم. الان ساعت 1 ساعت و نیم دیگه میرم کلیدمونم تحویل میگیرم. از اونجا هم فیلم میگیرم. نمیدونم حالا اونجا چیده شده بتونم تو این ویدیو جا بدم یا نه، یا اون یه ویدیو دیگه کنم. اگه شد چیده شدهشو یه ویدیو میگم، اگه نه همونجوری خونه بدونه اساسشو نشون میدم که فعلا ببینید. بعد دیگه ولاگ هم میگیرم برای چیدمون اساس. اشی داداش لایک بزن. بچه من عاشق این آفتاب اول صبح، عاشق این تراسم، ولی خب تموم شد رفتم عاشق اون. آخرین غروب این خونه، همه وسایل جمع شده، همه چی جمع شد، منتظریم بیان ببرن. خودمون نشونتون بدم خیلی خستم. البته اتاق استدیو نشونتون بدم. اتاق استدیومون که تمام شد، دیگه زدم دوم کردم دیگه میشه دیگه. اینم میزم تیکه هم این دو تا مودم همه، اینم اون صندلی قدیمیه، اینم ویدیو اتاقم بود، اینم اون بک‌گراند است، مانیتورمه، کیس، زد دوشار، آکوستیک. خلاصه که رفتیم بچه همون گوشت همون شده ماریم قضا بخوریم. عزیز سلام، حالتون چطوره؟ بچه ها بعد از کلی زحمت و تلاش خونه عوض شد، اساسا چیده شد، اتاق دیزاین شد، قراره بریم اتاق جدید، خونه جدید رو نشون بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد، همش به خاطر حمایت های شماست. بالاخره خونه رویاییمو خریدم بچه ها. بفرمایید تو. خوش اومدید به خونه من دوستان. بالاخره بعد از یک هفته تموم شد اساس کشی، اساسا رو چیدیم، دیزاین شد همه جا، اتاق، خونه، و امیدوارم که خوشتون بیاد. همین اول کار دستبوس همتونم. اگر من هر پیشرفتی تو زندگی میکنم همش به خاطر حضور گرم شما و تلاش خودمه. دم همتون گرم. به چشاتون بریم دونه دونه و نقاط به نقاط این خونه رو بهتون نشون بدم. از حال شروع میکنیم. بله اجازه بده. اینجا حال ما هستش بچه‌ها. اینجا حال پذیرایی، یه دونه شات زیبا نشون همه بده بچه‌ها. خیلی خونه بزرگی نیست، ولی خب خیلی خونه دوست داشتنیه. من خیلی دوستش دارم. خیلی آره. با وسایل خیلی سته، دیوارا توسی، فلا، همین کلا توسی، من رنگ توسی رو خیلی دوست دارم. واسه همین همه چی توسی خریدم. حالا این پرده ها، این میز نارخوری، اینا فکر کنم دیده بودین، ولی خب اینجا خیلی بیشتر سته فکر میکنم. حالا به بخش جذاب آشپزخونه میرسیم بچه‌ها. یه دقیقه وایس برقاشو روشن کنم. اینم از آشپزخونه‌اش بچه‌ها. همونطور که می‌بینید که آشپزخونه خیلی کوچولو موچولی داره و بفرمایید. یخچالمونه بچه‌ها. تو یخچالی که دوست ندارید نشونتون بدم طبیعتاً. هر قلیون‌کشام می‌دونن اون که رو گازه چیه. بله بچه‌ها ما یه دونه قلیون‌کش داریم. که خیلی قلیون همین 10 دقیقه پیشم گیر داده بود برام زغال بذار. مدیونی نگه بکنن. نه سراجان نیست بچه. ماشین لباسشویی، گاز رو میزی. ما گفتیم ریل واقعشیم و ظرفا نشسته. حقیقتا آره. ما هم گفتیم همین که هست. این ظرفا همینه حقیقتشو بخواید بچه. دیگه چیز خاصی ندارم من اینجا توی خونه. هست به اسم
جا ادویه‌ای که من خیلی دوست دارم. ببین چقدر تنگ اینجا رو بچه سهره جان با سلیقه خودش چیده، خیلی خوش سلیقه است، خیلی سلیقه‌اش خوبه. این پایین هم که قرص و دوا درمون است، خواست اینجا لباس کثیف ها اونو میذاریم داخل این. عرضم به حضورتون که پیاز و سیب زمینی، یه قلیون اونجاست. اون قلیون خیلی قلیون دوست داشتنی. سهره عاشق قلیون. یه بخش خیلی مهم تو آشپزخونه وجود داره به اسم تراس و بالکن که من خیلی دوستش دارم. بچه همون روز اول رفتیم یه باربیکیو خریدیم، انداختیم اینجا. یه باربیکیو خیلی معمولی گوگلی که کارمون را بیده، هرچیز بزنیم به سیخ بذاریم. بفرمایید به بالکن من خوش اومدید، بالکن تور. اومدیم بالکن من با کلی، البته این ورشو نشون نمیدیم چون چیز خاصی نیست. چرا خیلی هم نشون میدیم اینا کلی کثیف کاری و شلنگ و رنگ و اینا. چرا نیست؟ برو گذاشتم اون برج این رخبنگون دیگه همتون میدونید. بچه ها این هم از باربیکیو تور ما. بچه خیلی گولی و ارزون بود، خیلی باحال بود. من یه دونه از اینا بخریم. آره ما واسش که بچه حقیقت چی بخواد، من یه تعصب خاصی به زغال داشتم که کباب باید رو زغال باشه. هر سری هم جیه و دهنم سرویس میشد. آره. میرفتم سیاه میشد سر و صورتم فلان، کلی اذیت میشدم. باربیکیو خرید خودم راحت کرد. خیلی راحته. آره. خیلی هم ارزون بود. خیلی هم ارزون بود. بچه همیشه یه تجربه از من به شما. چای لیپتون میخواید استفاده کنید یه دونه از همین شفتولکاش برای دو نفر کافیه. دیدید بعد از اینکه اسباب کشی تموم میشه چقدر آدم آروم میشه، یه حس آرامش داره. یا های خدای شکر تموم شد. بچه شاید باورتون نشه اینجا همش برمیخته بودیم وسط و اینا. پریشب سهرا یهو اعصابش خرد شد، گفت حسین یعنی تموم شد، من بخوابم صبح بیدار شم اینا هیچ کدوم اینجا نباشه. بله همون اتفاق هم افتاد. خوابید شبش سوش بلند شد اینجوری نما همه درست کرده بودن، البته اکثرش خودشون درست کرده بودن. سهرا مامانش کلی کمک کردن، واقعا مامانم خونه جمع وجور شد و الان چیده شده. بچه خیلی معمولیه ولی من خیلی دوست دارم. جدی بابا کجا معموله، خیلی هم مدرن و شیک. جدی من خودم خیلی دوست دارم و بیشتر از این چیز لذت به من میده، بیشتر از همه اینا این لذت میده که همش با تلاش های خودم و کمک شما انجام شده و این خیلی زیبا و لذت بخش. بچه این چای رو میخورم، سلامتی همتون، چشاتون، دستاتون. باشه نمیخوام وارد جزئیات اعضای بدنتون بشم. سلامتی همتون. چای همیشه بعد از اساس کشیاتون چای بخورید. آراسی بچه ما رژیم فستینگ هستیم از ساعت حالا متغیر، از ساعت 7 شب مثلا تا ساعت 11 صبح چیزی نمیخوریم یا از ساعت 9 شب تا 1 بعد از ظهر فرداش. الان هم تو اون رژیمیم و هیچی نمیخوریم. ما 8-16 میگیریم این رژیم رو، البته بعد به دکترتون بعد مشاوره بگیرید صحبت کنید، ولی ما نگرفتیم. گرفتیم چون ما دکتر نداریم حقیقتا. ما مثل خیلی با کلاس هستیم دکتر خانوادگی داشته باشیم، در همین مشاوره تغذیه اینا ما دیگه نداریم. همون هم باید بخوایم بگیریم، باید تو اینترنت وقت بگیریم بریم بگیریم. حقیقتا کی دارن کیا دیگه دکتر خانوادگی دارن این پولا رو دارن؟ ما هم ندارن دیگه. خب نه میرن دکتر عمومی. خب بچه‌ها اگه دوست داشتین و خستگیتون در رفت چای خوردیم ما هم دیگه بریم سراغ قلب این خونه. از نظر همه ایرانی ها قلب خونه دستشویه بس. نه اونجا تخلیهگاه خونه هست عزیزم. نه اگه دستشویی تو خونه نباشه اون خونه دیگه خونه نیست طبیعتا. پس نیست پس قلب خونه؟ نه اجازه بدید. جایی که بیشترین وقت من میگذارنم جایی نیست جز دستشویی. نه شوخی کرد. اتاق استدیو روم تور که نیستش، میخوام بریم هوم تور دیگه. کلا اتاقا رو نشون میدم تو خواب که دیگه تخت توشه، چیز خاصی نبر نشون دادن، چیز خاصی نیدی تخت توشه، چیز جذابی توش وجود نره. ولی میریم اتاق استدیو رو نشون میدم دیزاینش رو ببینید. بودو بریم سراغ اتاق. چو من نمیتونم خیلی نشونتون بدم اینو زغاله، فقط سهرا مجبورم که قبل اینکه ادامه ویلاگو بگیریم زغال براش بذارم وگرنه نمیگیره. دروغ میگه خودش بکشه. خودتون میدونید من خواننده ام، مثلا چه ربطی داره؟ نفس نمیمونه برام اگه بخوام بکشم.
سایت پنل برند گوویه، خیلی برند خفنیه، یه ذره الکی گرونه ولی خب چیز خوشگلی. خیلی ها میتونن با دست درست این چیز خودشون درست کنن، تو یوتیوب بزن دقیقاً آموزش دقیقاً نمیشه دقیقاً آموزش ساخت گوی کلولایت فلان بیسار ریس آر جی بی فلان اینا رو بزنید کلی میاد. نه یا لکی پول بدید پول اینا. اینم که مهتابیه، این مهتابی آر جی بیه. آره دقیقاً شای مهتابی بده. خیلی بخوام بهتون چیز بدم، فقط نورش عوض میشه، نورش عوض میشه. اینم که همون کیسه گوش میذاشتیم کورنر لایت. خب گیتاره منم هم که همون گیتاراست. میکروفونایی که شما صدای منو باش میشنوید، یکی شور SM7B بچه ها که کادوی تولدم بوده، نمیخوام بگم کی بهم داده، خودش اینجا وایساده، کادوی صحرا جانه که یکی از ارزشمندترین کادوهای تولدم بوده تا الان و یکی از میکروفونای خفن تو دنیاست که خیلیاتون دیدین یوتیوبرها دارن، اکثرا خیلی هم خفنه، خیلی بمبه. یکیش اینه، یکی از میکروفونام، یکیش هم نوکه میاد به بازار. اینم میکروفون قبلیمه، رود انتیوان، که اینم دارمش برای آرمینی چت ها که میخوام بخونم از این استفاده میکنم، برای پادکست ها و ریاکت ها و ویدیوهایی که بیشتر خودم برای حرف زدن این استفاده میکنم، چون هنوز ستاپ تنظیم صداش دستم نیومده. اینو کامل دستم، میدونم چیکار باید بکنم، تنظیم کنم صدام قشنگ اونجوری که باید بیفته توی ویدیو، ولی اینو هنوز دستم نیومده، به زودی اینم یاد میگیرم. تمام. خیلیاتون من گفته بودین نیکشا چرا هدفون تو عوض نمی‌کنین؟ توی پوسید تو گوشه. خودمو خنج کشیدم تا یک میکروفون، تا یک هدفون بخره. بچه‌ها این هدفون یکی از خفن‌ترین هدفون‌ها اینم داخل دنیاست، بر مخصوص آهنگسازی و کلا کسی که موزیسینن. DT990 پرو 250 اوم بچه‌ها، خیلی هدفون خفنی. اوم بله. خیلی خفنه و این میکروفون هیچ نشتی نداره، بست برای آهنگسازی، میکس و مستر، کلا چیز خفنیه واقعا. میگیره. چی؟ نونم میگیره. قیمتش هم که حالا بزنید داخل سایت میاره، ولی فکر کنم 8-9 تومن باشه. بله. اینم کارت صدامه، برند M Audio M Track 2. کارت صدای خوبیه، به روزه، یکی از جدیدترین کارت صدای M Audio. چیز معمولی، قیمتش هم خیلی بسربه. کار راه انداز خوبه. آره، موقعی که من خریدمش فکر کنم 5 تومن من خریدمش، الان فکر کنم شده 6.5 تومن، نمیدونم. شاید، نمیدونم. شاید هم 5 تومن، چون چیز عجیبی غریبی نیست. مانیتورم که یکیش ایسوزه که خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه، اصلا چیز خاصی نداره. یکیش هم جی پلاسه. دو تاش عرض کلا رو هم دیگه 10 تومن نمیشه. یعنی واقعا من بری کارم. آره، چون گیمر نیستم من حقیقتا، یعنی اینجوری نیستم برم مانیتور 240 هرتز بخوام بخرم، نیازی ندارم، چون گیم پلی نمیدم با کامپیوتر، بیشتر با گوشی پلی میدم، بازی و اینجور چیزا دیگه. همه چون میدونید موس هم که رد دراگون، مثبتم رد دراگون، خود کیبوردم رد دراگون، عینکم ریبن هستش. بچه یه نفر هستش که گیر داده مارک ریبن چی از کجا خریدی؟ این ریبنه بچه، این مارکش هم نمیره، هر کار میکنم این نمیره. خیلی هم میگه عقده ای، عقده ای، بعد وقت اینو زدی نکنی، نمیره به خدا. بچه این برای چیزه، برای اشعه است، کلا اذیت نمیشه، برای نورو چیز میکنه. اینو از اصفهان خریدم 2 سال پیش 500000 تومان. کیس هم که بچه حقیقت چی بخواید از گیمنت زدمش هفته پیش، از گیمنت دوزیدمش، مشخصاتشو نمیدونم، یه مشخصات بدی نداره، خوب به درده ویدیو گرفتم برای یوتیوب میخوره، ولی به زودی میخوام برم پوستش عوض کنم. داخلش قوله، خدایی کیس خوبیه، قولم نیست ولی کیس خوبیه، ولی پوستش پوست گیمنتیه دیگه، خودتون با اینا آشنایید. گیمنت هم گیمنت های دهه 70 میرفتی دکمشو میزدی تر 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 صدا میدادی و روشن میشه. این از اتاق من. نورا هم که 2 تا سافت باکس دارم، برند انسور دیگه چیزی نیست، فکر نمی‌کنم چیزی مونده باشه، تموم شد و رفت. اینم که میزمه، میزم هم که دیده بودید دیگه، میزم سفارش دادم برام آوردن، خیلی میز باحالیه، تموم شد. دمتون گرم که تا آخر ویدیو اومدید، امیدوارم که عشق کرده باشید، لذت برده باشید. این بود این ولاگ. من تو این کانال زیاد ولاگ نذاشته بودم، شاید تا حالا نذاشته بودم و نمیدونم، شاید هم پس بکنم دوست ندارید. در هر حال این اولین ولاگمون هم بود داخل کانال اصلی، داخل کانال دو که زیاد ولاگ داریم. این بود ولاگ خرید خونه من. بچه ها من خونه رو نخریدم، اجاره کردم تا این دقایق کشوندمتون که بدونید این خونه اجاره است. بچه ها ما فعلا واسمون به خرید خونه نمیرسه، امیدوارم که همتون خونه بخرید، اونایی هم که دارن 20 برابر شه ما هم میدونه بخریم برام. بس عشق منید، مرسی، لایک ویدیو فراموش نکنید. بچه ها استریممون به زودی شروع میشه داخل این خونه، اینجا این سرعت اینترنتش فوق العاده است، خیلی سرعت اینترنتش خوبه،
دیگه مشکل اینترنت و اینا نداریم. خدا رو شکر. بچه‌ها یعنی به خونه قبلی به حدی بود که من از خونه میومدم بیرون میرفتم آپلود میکردم ویدیو رو بعد میرفتم تو خونه. در این حد افتضاح بود وضعیت اینترنتم و خدا رو شکر اینجا اینترنتش خوبه. شاید کوچیک‌تر باشه نسبت به خونه قبلی ولی اینترنتش عالیه و کلی پیشرفت می‌کنیم، کلی حمایت می‌کنید. منم کلی ویدیو خفن می‌سازم. درود به شرف همتون. لایک این ویدیو فراموش نکنید. قربت برم. دوست دارم برای پایان این ویدیو بیاید تو بخیر.